در حالی که انتقادها از نیامدن اصلاحات در نظام انتخابات و برگزار نشدن انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها وجود دارند، مشاور ارشد رئیس جمهور تعهد می سپارد که حکومت این انتخابات ها را پس از به میان آمدن اصلاحات در سال آینده برگزار خواهد کرد. حکومت به صورت دست اصلاحات نروری چی در افغانستان نور سیاسیون دیگوی چقه یو دول حمایت اونه که لامده خاطر کوشش مداسی روان کرده چی دازل جمهوریش چکم تعدیل روری یا پرمان ورکوی یا اصلاحات روری حقا اصلاحات در افغانستان پا ملی شورا که پا دوار مجلسانو که در تایی دوار وگرزیگی او دیگوی نظریات را طول. این مشاور رئیس جمهور از نهادهای جامعه مدنی و سیاسی می‌خواهد که با اعضای شورای ملی درباره فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات گفتگو کنند و این می‌افزاید که رئیس جمهور از بهر رد نشدن فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات در حال مشوره با گروه‌ها و احزاب سیاسی است. رئیس د مختلف و گروپونو سره مشورې په دې باندې کړې دي چې دا انشاءالله په دغو دوه درې ورځو کې نهایي کیږي تر څو پورې چې آینده کې اقدام وکړو او دغه اقدام داسې وي چې دوباره رد نشي. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری پارسال را چند روز پیش اعلام کرد و این کار انتقادهای بسیاری را برانگیخت، ریاست جمهوری میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج انتخابات را با آنان در میان نگذاشته بودند. حکومت بر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اصلاحات به میان آید تا قابل پذیرش تمامی مردم باشد. قرار است که این فرمان پیش از اینکه پارلمان پس به کارشان برگرده صادر شود تا کار کمیته گزینش شروع شود. پلان همین هست. این فرمان پیش از آمدن پارلمان صادر میشه و کار کمیته گزینش پیش از آمدن پارلمان پس شروع میشه. پس از آنکه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان رد شد، کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی کارش را متوقف ساخت. اکنون بسیاری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات از تأخیر در اصلاحات در انتخابات نگران هستند. سکوت حکومت و متاسفانه کم توجهی حکومت نسبت به عملی سازی اصلاحات انتخاباتی خودش از یک طرف مشروعیت میده به مدیران ضعیف نهادهای انتخاباتی و از طرف دیگه با گذشت زمان مشروعیت خود حکومت زیر سوال قرار خواهد داد. و در ضمن باید گفت که هر روزی که میگذره ممکن برگزاری انتخاباتی که قابل قبول برای ملت افغانستان باشه ناممکن میشه و در نهایتش افغانستان میره به طرف یک بحران سیاسی که نجاتش از ظرفیت ما و رهبرا خیلی دشوار خواهد بود. پس از رد فرمان رئیس جمهور از سوی مجلس نمایندگان، اصلاحات نظام انتخاباتی به بن‌بست کشانیده شد و کمیته گزینش اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی نیز کارش را متوقف ساخت. بانک به میان آمدن اصلاحات از تعهدات حکومت وحدت ملی است، اما این اصلاحات بسیار با کندی پیش می‌رود.